جلسه 110 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوام در مورد افکت های سی سی بابلز، فایند ایجز و کارتون صحبت کنیم. یه دونه ویدیو دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم، رایت کلیک میکنم، نیو، یه دونه سالید هم میارم، رنگ آبی خوبه، لایه بالا. افکت سی سی بابلز رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم روی سالیدم، رها میکنم. همونطور که میبینید یک سری حباب اینجا تولید کردیم. فقط مسئله که هست این حباب ها، الان من مقدار بزرگشون کنم، اینجا بابل سایز داره، وقتی سایز رو زیاد کنم بزرگ میشن. الان بهتر مشخصم. رنگ این حباب ها بستگی به رنگ سالید داره. الان مگر سالید رو از اینجا سلکت کنم، برم از لایر سالید ستینگ رو بیارم و این رنگ رو سفید کنم، ببینید سفید شدن. اوکی. پس رنگش رو میتونید توسط رنگ سالید تغییر بدید. سایزش هم که یاد گرفتیم، اینجا هم تعدادشونه، میتونید تعدادشون رو زیاد کنید و یا تعدادشون رو کم کنید. و البته خب میدونید این انیمیشن داره، وقتی اجراش کنید حرکت میکنن و قاعدتا به سمت بالا هم حرکت میکنن. من اجرا کنم، به غیر از اون اسپید هم داره، میتونید سرعت حرکتشون رو زیاد کنید که سریعتر به سمت بالا حرکت کنن، و یا حتی اگر منفیش کنید به سمت پایین هم حرکت میکنند، و اگر خیلی منفی کنید سریعتر به سمت پایین حرکت میکنن، ولی حالا ما میخوایم به سمت بالا حرکت کنن، مثبتشون میکنیم. و این قسمت بعدی، میدونید که حبابا وقتی حرکت میکنن مستقیم که بالا نمیرن، اصلا بازی میکنن، چپ و راست میرن. این میتونید مقدار چپ و راست رفتنشون رو کم و زیاد کنید، مثل ویجل میمونه. میتونید اگر کمش کنید مقدار چپ و راست رفتنشون کم میشه، ببری جلو زیاد میشه. فرکانسیش هم خب فرکانسش رو تعیین میکنه، یعنی تو زمان کمتری چپ و راست میرن، سریعتر چپ و راست میرن اگر عددش رو کم و زیاد کنید. حالا اگر زیاد کنم سریع چپ و راست میرن، کم کنم آرومتر چپ و راست میرن. این هم که سایز خدمتون عرض کردم. این قسمتش رو من یه کار دیگه ای میکنم، این لایه رو دیلیت میکنم، کنترل دی میزنم، یه دوپلیکیت میگیرم، روی لایه بالا میام و سی سی بابلز رو اعمال میکنم. الان سایز رو بالا میبرم که بتونم قشنگ ببینمشون اینا هاشه. خب الان دقت کنید، این حباب هامون بستگی داره کجا هستند، چون دقیقا از همین تصویر من حباب ساختم، پس دقیقا رنگشون مطابقت داره با زمینه‌ای که در اون قرار دارند. و اگه دقت کنید مثلا اینجا ببینید، این قسمت این حباب رنگ این مرجانه، این قسمتش مثلا رنگ آبی دریا بود ایناش. حالا اینجا اگر این لیکوید رو من باز کنم، متال کنم، یه مقدار میبینید این حباب تغییر شکل میده، یه مقدار. حالا میتونید امتحانش کنید و این هم میتونید عوض کنید. حالا گزینه‌های متفاوت داره، نان بزنیم این شکلی میشه، اگر باز کنم لایتن بزنم این شکلی میشه، حالا دونه دونه تست کنید، دارکن بزنیم این شکلی میشه. گزینه خودش این گزینه بود که الان روی اون قرارش میدم. افکت بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم فاین ایج. یه دونه کامپوزیشن میسازم، 1920x80، اوکی میزنم، رایت کلیک میکنم، نیو، یه دونه سالیت هم میسازم، رنگشو میکنم آبی. یه تصویر از مداد دارم، میام این بالا قرار میدم، سالیدو گذاشتم که رنگ مدادمو بهتر بتونم ببینم. الان سرچ میکنم فاین ایج، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رهاش میکنم. از اسمش پیداست، لبه ها رو پیدا میکنه. حالا به چی میگه لبه؟
به اونجایی که رنگی داره تغییر میکنه. برای اینکه بهتر بتونیم لبه های مخصوصا اطراف رو مشخص کنیم، اول یه دونه تینت بهش میدیم. وقتی تینت بهش بدیم سیاه‌سفیدش میکنه. فقط دقت کنید تینت رو باید ببرید بالای فایند ایج بذارید، پایین بذارید فایده نداره. الان ببینید کلا سیاه‌سفید شد. پس اگر من یه دونه کرز هم بهش بدم، دوباره کرزم باید بذارم بالای فایند ایج، جاش خیلی مهمه. حالا از این به بعدش بستگی داره به خودتون، بستگی داره به ویدیو و یا تصویری که انتخاب کردید. شاید این کاری که من میکنم برای شما نتیجه عکس بده. حالا من مثلا ببینید اینو میگیرم میارم پایین، الان اینطوری شد. الان ببینید میبرمش بالا، ببینید همونطور که میبرم بالا داره همونطوری میشه که میخوام. تا الان دیگه نه، دوباره به هم ریخت. الان شد، الان دقیقا اج خودش رو تونستم به دست بیارم. پس حالا خودتون میدونید اینو بالا پایین کنید، چپ و راست کنید، بیارید این پایین ببرید اون بالا، بهترین حالت رو به دست بیارید. بعضی وقتا واقعا نمیتونید کلا به این صورت درش بیارید. خب این یه شکل مشخص بود. اگر ویدیو داشته باشید یه مقدار سخته چنین تصویری به دست آوردن، ولی تلاشتون رو بکنید. به غیر از این شما میتونید یه دونه فست باکس بلر هم بهش بدید. فقط دقت کنید فست باکس بلر رو باید دوباره بذارید بالای فاین ایج و یکی دو تا بهش بلر بدید حدودا، و بعد دوباره این دفعه یه شارپن بدید این دفعه زیر فاین ایج و شارپنتون رو زیاد کنید تا اینکه اون بلری که دادید دوباره برگرده. برای ویدیوهای معمولی میتونید از اون استفاده کنید. من این تصویر رو انتخاب کردم که بهتر بتونیم نتیجه رو ببینیم. حالا من یه دونه هم سی سی کامپوزیت بهش میدم، این دفعه میارم پایین پایین میذارم و اینو باز میکنم، مثلا اد میزنم یا باز میکنم اسکرین میزنم. حالا من میدونم چی باید بزنم، من باید مولتیپلای بزنم، ولی دارم گزینه های مختلفش رو برای شما امتحان میکنم که بدونید شما باید این گزینه هایی هم که من دادم تست کنید بسته به رنگتون داره، تا اینکه بتونید چنین تصویری به دست بیارید. الان ببینید دقیقا اجش رو جدا این دور کشید. من اگر این افکت ها رو خاموش کنم شما میبینید که مداد من به این صورته، ولی من تونستم به وسیله این افکت ها دقیقا یه اج براش درست کنم. یه مثال دیگه میزنیم، اینو کلا دیلیتش میکنم. یه سی سی پارتیکل سیستم میارم اینجا قرار میدم، میرم توی فیزیکس گرویتیشو میکنم صفر، ولاسیتیشو میکنم نیم، یه مقدار ببرم جلو که ببینیم چی به چیه، یه مقدار بیتریتشو میبرم بالا، میرم توی پارتیکل و اینو باز میکنم، پالیگان رو انتخاب میکنم. الان ببینید به این صورت در اومد. حالا من اگر یه دونه فاین اج بیارم و روش اعمال کنم، دقت کردید چی شد؟ حالا اینجا این گزینه رو هم داریم. اگر این گزینه رو بزنیم میبینید که اینها اصلا فقط اج شدن، توخالی شدن. برای اینکه بهتر بتونیم ببینیم بیتریتش اصلا کم میکنیم که کم بشن، ببینید به این صورت در اومدن. اگر من فاین ایج رو خاموش کنم اینو به این صورتن. من تونستم چنین افکتی به وسیله فاین ایج و البته سی سی پارتیکل سیستم ایجاد کنم. همه رو دیلیت کردم، افکت آخرمون کارتونه. یه ویدیو دارم درگ میکنم اینجا، رهاش میکنم،
یه مقدار بزرگش کنم، یه مقدارم سیتیایی ببرم جلو تا به اینجا برسیم. میخوایم افکت کارتون رو روش اعمال کنیم. سرچش میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم. این افکت ویدیو رو تبدیل به کارتون میکنه. اول یه بررسی کنیم. برای اینکه ویدیو تبدیل به کارتون بشه، یکی اینکه باید یه مقداری رنگ ها تعدادشون کم بشه. رنگ ها رو باید در هم ادغام کنیم یا اینکه بلند کنیم نسبت به هم، و همچنین اچ ها هم باید یه مقدار تغییر کنن و اچ ها در کارتون ها کاملا مشخصن نسبت به ویدیو. و البته یه چیزی هم هست، بعضی از کارتون ها هستن خیلی به ویدیو نزدیکند، بعضی از کارتون ها نه، کاملا مشخص کارتونن و مخصوصا از ویدیو دورند. حالا بررسی میکنیم. اولین گزینه اولش این فیله، فقط رو فیل کار میکنه، اصلا کاری به اج نداره. این هم فقط رو اج کار میکنه، اصلا با فیل کار نداره. و این هم با اج کار داره، هم با فیل کار داره. حالا این گزینه های اول میاد و جزئیات رنگ و ادغام میکنه در هم، و خب اینا رو اگر زیاد کنید شما میتونید به کارتون نزدیک شید. مثلا من اینو میذارم سی، این یکی هم میذارم سی. همه الان ببینید خیلی به کارتون نزدیک شد. یا اصلا این یکی رو میکنم 40، ببینید، یا اینو میکنمش اصلا 50، حتی ممکن اصلا اینو بکنم 25. بازی کنید تا به اون چیزی که میخواید بریزه. همه اینا مثل کارتونه. الان ببینید این سرسره، این دست این بچه، این لباسش کاملا مثل کارت، موهاشو ببینید کاملا مثل کارتون شده. حالا این دوتا گزینه پایین هم دوباره رو فیل کار میکنن. شما اگر این گزینه رو زیاد کنید و یا با این گزینه بازی کنید، اینها دوباره در تعداد رنگ کار دارن. حالا من اینو زیاد کردم، بیام کمش کنم خیلی کارتونی میشه. مثلا ببینید اگه بیارم بکنمش 5 یا 3 2، ببینید مخصوصا وقتی این 70 رو کم بکنم، گزینه دومش رو کم بکنم، دیگه خیلی کارتونی میشه. وقتی عدد بیاد پایین، حتی میتونم بذارمش 0، اصلا من میارم بذارمش 0، ببینید دیگه از اون کارتونا شد که داره داد میزنه من کارتونم و خیلی فاصله داره با ویدیو. و این عددم دوباره میتونید کم و زیاد کنید و به سلیقه خودتون یه مدل دیگه کارتون ایجاد کنید. حالا هرچی اینو بیشتر کنید طبیعی تر میشه. بالایش هم همینطور، هرچی یکی هم بیشتر بکنید طبیعی تر میشه. ولی حالا نمیخوایم هم خیلی طبیعی شه بعض وقتا، ولی الان ما کاملا یه کارتون داریم. یه ریستش بکنم. حالا میخوایم واسه یه اچ کار کنیم، اصلا کامل میریم رو اچ. ببینید این خودش اصلا یه مدل کارتون شد و سیاسفی تست، ولی خودش یه مدل کارتونه. حالا که با این قسمت کار داریم، دیگه اصلا کاری با اون بالا نداریم، میام با این پایینا کار میکنیم. حالا بدونید من اگر برم روی فیل، اصلا این دوتا گزینه پایین شاید نتونم حس کنم چه اتفاقی میفته، ولی وقتی میام رو اج کاملا میبینم چه اتفاقی میفته. الان دقت کنید، مثلا این فیلم میبندم، با این اج کار دارم. خب ترشهولدش رو ببینید، با کم و زیاد کردن ترشهولدش تغییرات رو دارید میبینید. با کم و زیاد کردن ویتش دقیقا دارین خطا رو کلفت و نازک میکنه. میتونید به سلیقه خودتون اینا رو تغییر بدید، سافتنسش رو میتونید تغییر بدید، و یا اوپاسیتیش هم میتونید کم کنید. اوپاسیتی بیشتر به درد این میخوره که وقتی فیل و اج دارید، حالا اجاتون رو که طراحی کردید، اوپاسیتیتون رو بعض وقتا لازمه که برای اینکه چون سیاه میکنه خیلی، یه مقدار کمش کنید. حالا میریم سر ادوانس. ادوانس هم دوباره ببینید رو اج داره کار میکنه. من دوباره این اعداد رو کم و زیاد میکنم تا شما ببینید که چه تغییری میکنه. خودتون هم میتونید تغییر بدید، فقط دیگه میدونید باید دست به کار شید، این اعداد کم و زیاد کنید، بسته به ویدیوتون داره، و به سلیقه خودتون بهترین گزینه رو انتخاب کنید و ازش استفاده کنید.